آنتی‌وایرال فارماکولوژی 3، آنتی اینفلوئنزا ایجنت ها مثل آمانتادین و ریمانتادین. ریمانتادین از آلفا متیل دریواتیو اف آمانتادین. پس ریمانتیدین آلفا دریواتیو کیه؟ آمانتادین. بلاک موسکارین تو پروتئین چنل اف اینفلوئنزا ای اینهیبیت میکنه آنکوتینگشو، سیکرت این نیزال موکوس میشه، واید اسپید رزیستنس میاره، نروسنس و انسومنیا هم میاره. آمانتادین رو که میکشیدی؟ آره. و سیویر نوروتوکسیک ریاکشن هم میاره. سیویر نوروتوکسیک ریاکشن هم میاره، باعث نروسنس و انسومنیا میشه، بیخوابی میده آمانتادین و بلاک میکنه M2 پروتون چنل آف اینفلوانزای آرام. خب ببینید الان ویروس اینفلوانزا سایکلش درسته؟ اومده اندوسایتوزیس شده، بعد کوتد پیت، کوتد وزیکل، بعد اندوزوم اومده، اومده اینجا وارد ریبوزوم شده، هسته و ایناش در رفتن، بعد ترنسلیشن انجام شده، ویروس رو دوباره ساخته داده بیرون، درسته؟ بله. حالا میگه این چی الان؟ آمانتادین وارد شده دیگه نداشته، دیگه کوتینگ رو اینهیبیت کرد. آنتی اینفلوئنزا ایجنت بعدی اسمش هست اوسلتامیویر. بگو اوسلتامیویر و زانامیویر، یعنی زنم داره میمیره، زانامیویر و اوسل استغفر الله، مثل حسین، اوسلتامیویر و زنم ویر. خب سیالیک از زیر این که چی بخونی؟ حرف زش بسات ویدیو خیلی این بی‌تربیته. نکه بزنم ایت دلگرم خونک شه، بزنم ادامه بده، دستمو ول کن دیگه، درس نمیخونم. این ویدیو حالتا میگه سیالیک اسید آنالوگ اینهیبیتورز آف نورو آمیدیناز میکنه، نورامیدیناز رو اینهیبیت میکنه، اوسلتامیویر و زانامیویر. اینهیبیت ریلیز آف نیو ویروس فرام ده هاستل، نمیذاره نیو ویروس ها ریلیز بشن. اکتیو اگینست اینفلوئنزای ای و بی. اوسلتامیویر از تیکن پر اوس پرودراگ اکتیویتد بای هپاتیک استریز، پرودراگش اکتیو میشه با پرودراگ استریز. اوسلتامیویر پس پرودراگ داره که پرودراگش اکتیو شه با هپاتیک استراز. زنامیویر از اینهل اینهالیشن میکاز کاف و برونکو اسپاس زد آنفلانزام هست. پس یه مدل پر اوس خوراکیشه که پرودراگز مثل اوسلتامیویر و ضد آنفلانزای بعدی زانامیویر این هیل میشه که شاید باعث خودش سرفه و برونکواسپاسمن بشه. ببین الان اینجوریه، اینم نورامیدینازه، رو کپسول اینجا قرار داره. ببین نورامیدینازا ریلیز اف نیو وایروس کانتنت وایرال رپلیکیشن و داستان ادامه داره. حالا داروهای ما میان اینجا نورامیدینازا اینهیبیت میکنن. ببینی نورامیدیناز که اینهیبیت بشه دیگه اینجا حضور نداره، نو ویریون ریلیز، دیگه ویریون ریلیز نمیشه. افتاد؟ بله. دراگ آف هپاتیت بی ان هپاتیت سی انفکشن انترفرون آلفا اینهیبیت وایرال پینیتریشن ترانسلیشن ترانسکریپشن پروتئین پروسسینگ ماتوریشن ان ریلیز اینکریز اکسپریشن آف ام اچ سی فاگوسایت فاگوسایتیک اکتیویتی آف ماکروفیج پرولیفریشن ان سروایوال آف سی دی 8 پوزیتیو تی سل increase expression of MHC phagocytic activity of macrophage proliferation and survival of CD8 positive T cell. interferon alpha 2A و interferon alpha 2B are given subcutaneously or intramuscularly. they are available in pegylated form. اونا در چه فرمی حاضرن؟ بگو. pegylated form. interferon alpha alpha-cone 1 is given subcutaneously. interferon alpha-cone 1 is given چی؟ subcutaneously. پس interferon alpha 1 آدابی. پس اینا کارشون چیه؟ گفته increase میکنن expression MHC و increase میکنن expression phagocyte و
فاگوسیتاک اکتیویتی ماکروفاژ رو اینکریز میکنن اکسپرشن پرولیفریشن و سروایوال سی دی 8 پوزیتیو تی سل. سه تا کار دارن میکنه اینترفرون آلفا. Inhibit viral penetration, transition, activation, for the episode. Drug of hepatitis BOC and endovenous interferon alpha. Of the interferon alpha filtered in the glomeruli and degraded during tubular reabsorption. Flu-like syndrome میده، elevated liver enzyme میده، mood disorder، confusion، seizure، فاتیگو، tinnitus و retinopathy میده. باعث آلوپسیا و میلو ساپرشن هم میده. تریتمنت آف هپاتیت بی ویروس اینفکشن اینجوریه که نوکلئوتید و نوکلئوزید آنالوگ اند اینترفرون آلفا با هم داده میشه به نام های آدفوویر دیپیوکسیل دیپیوکسیل و لامی وودین و چی؟ لامی وودین. Goal is sustained suppression of hepatitis B virus replication. هدف اینه که sustained suppression of hepatitis B virus replication. Treatment of hepatitis C virus infection once weekly pegylated interferon alpha. در هفته یک مرتبه. ادامه داشته ایم. یه با. و دیلی به صورت روزانه ریباویرین. اینجا گفتش که درمانش اینه که آدفوویر دیپیوکسیل که ما اینا قبلا هم داشتیم گفتیم دیپیوکسیل دی استر آدنین نمیدونم با چیه لامی وودین هم که گفتیم لامی سیست شدن سایتوزین آنالوگ بود وانس ویکلی پگلیتر اینترفرون آلفا و دیلی هم ریباویرین میتونیم بدیم. حالا میریم سر کتاب. پیام فرازت داره گفته محکمه که گفته داروهای ضد هپاتیت که این الان مثلا گفته برای هپاتیت بی لامی وودین میبینی؟ اندیکیشنش هپاتیت بی مزمنه 100 میلی گرم یه بار در روز روش مصرف خوراکی آدفوویر انتکاویر تلبی وودین تنوفوویر اینترفرون آلفای توبی و اینترفرون آلفای توبی پگیلیتد برای هپاتیت سی اینترفرون آلفا تو آی پگیلیتد اینترفرون آلفا توبی پگیلیتد ریباویرین اینترفرون آلفا توبی اینترفرون آلفا تو آی اینترفرون آلفا توبی با 3 میلیون واحد سه بار در هفته می‌بینی 5 میلیون واحد مثلا آلفا توبی و اینترفرون آلفا کون هپاتیت سی 9 تا 15 میکروگرم. بعد اینترفرون آلفا کون معنیش چیه؟ اینجا گفته که اینترفرون آلفا کون وان اینجا نگفت اینجا یه حرفی از آلفا کون زد اینترفرون آلفا تو آ و تو بی دی آر این و اینترفرون آلفا کون وان از گیون سابکوتینئوس میگه اینترفرون آلفا توی آ و آلفا توی بی آر گیون سابکوتینئوس اور اینترامسکولاری ولی آلفا کون وان از گیون فقط سابکوتینئوس. بعد گفته دی آر اویلیبل این پگیلیتد فرم آلفا. حالا من بعد بفهمم پگیلیتد چیه. بعد چون الان برای هپاتیت سی مزمن برای آلفا کون وان هم گفته فقط فرم زیرجلدی داره ولی آلفا دو آ دو بی زیرجلدی یا عضلانی با هم داره. ریباویرین اینا بقیه خوراکیه. اوکی ولی اینترفرون همشه یا زیر جلدیه یا چی؟ عضلان. بعد الان آدفوویر دیپیوکسول گفته در ابتدا برای درمان عفونت HIV بود اما اخیرا در دوزهای کمتر و با سمیت کمتر برای درمان هپاتیت بی هم تایید شده. آدفوویر دیپیوکسیل همانند تئوفوویر یک دارو نیست از آنالوگ نوکلئوتید هاست. انتاکاویر این داروی کانالوگ نوکلئوزیدی خوراکی گوانوزینه به طور رقابتی هر سه عمل دی ان ای پلیمراز شامل بک پرسینگ نسخه برداری معکوس از رشته منفی نسخه برداری معکوس از رشته منفیه و ساخت رشته مثبت هپاتیت بی دی ان ای را مهار میکند. فراهمی زیستش هم 100 درصده. انتکاویر بعد لامی وودین رو بحث کرده که خیلی خیلی
داشتی تموم شد دیگه آخه داشتی خورنازه فعله بشرفی دعوا میکنی هرس میدی خورنازه گیری آقا مگه مجبوری با من درس خونی نه آقا یه رزه ازدکم خیلی ساکت شد اینجا واقعا نندهین آقا یه میرم واگرد خیلی شرفی تموم شد چون دیگه دیگه تو کتاب بخونم درمان عفونت هپاتیت سی هم که گفتم داروهای ضد اینفلوانزا آمانتادین و ریمانتادین زانامیویر و استامیونیویر و اینجا لغتش و تلفظش رو درست تر نوشته بود و اوسلتامیویر که این نام همین فقط همین چهارتا رو نام برده گفته کلا سویه های ویروس آنفولانزا را به وسیله پروتئین های مرکزی آنها یعنی آ، بی یا سی و یا گونه های منشأ برای مثال مرغی، خوکی و محل جغرافیایی جداسازی ویروس طبقه بندی می کنند. سویه یعنی گونه. گونه حالا یعنی اسپسیس. آنفولانزای آ تنها سویه ایست که باعث پاندمی می شود. پاندمی میشه یعنی مرگ میره کو خیلی میده را بر اساس پروتئین های سطحی به انواع 16 H یعنی 16 هموگلوتونین و 9 N یعنی نوروامین دیناز طبقه بندی میکنن که میگن ویروس آنفولانزای مثلا 16 H 9 N یعنی این مثلا اگرچه ویروس های آنفولانزای B معمولا فقط انسان ها را آلوده میکنن ویروس های آنفولانزای آ میتوانن انواعی از میزبان های حیوانی را نیز آلوده کنند زیر گروه های کنونی آنفولانزای آ که در میان مردم تا سر جهان در گردش هستند عبارتند از H1N1 H2N2 و H3N2 15 زیرگروه شناخته شده اند که پرندگان را آلوده می کنند و بدین ترتیب مخزن وسیعی را ایجاد می کنند اگرچه زیرگروه های آنفولانزای مرغی معمولا اختصاص به گونه دارند اما گهگاه از سطح گونه ها گذشته و انسان و گربه را نیز آلوده می کنند ویروس های زیرگروه H5 و H7 مثل H5N1, H7N7 و H7N3 ممکن است به سرعت در میان ماکیان دچار جهش شوند و از شکل کم پاتوژن به شکل شدیداً پاتوژن تبدیل گردند و اخیراً میزبان خود را گسترش دادند تا هم انسان‌ها و هم ماکیانی را آلوده سازند. در مورد زیرگروه H5N1 نگرانی خاصی وجود دارد. این ویروس در ابتدا در سال 1997 سبب آلودگی در انسان‌ها شد. شامل بیماری شدید و مرگ و از سال 2003 در بین ماکیان جنوب شرق آسیا به شکل اندمیک در آمده است. این ترس وجود دارد که این ویروس به شکلی تبدیل شود که به جای انتقال فقط از ماکیانی به انسانی بتواند از انسان به انسان منتقل گردد و بدین ترتیب به طور بالقوه یک اپیدمی جهانی را ایجاد کند یعنی پاندمی شود. اپیدمی جهانیش کم پاندمی موجود از مکزیک شروع شد. اگرچه هر دو گروه داروهای در دسترس ضد ویروس آنفولانزا علیه آنفولانزای آ مؤثر هستند، بسیاری از سویه های در گردش H5N1 ماکیان و نیز سویه های H1 و H3 در ایالات متحده باعث آنفولانزای فصلی می شوند که به نسبت به آمانتادین مقاوم هستند. مقاومت به اوسلتامیویر نیز به شدت در حال افزایش است. هدف اصلی داروهای آمانتاد و ریمانتیدین ام توی قشایی است. این مولکول هدف هم عامل تاثیر اختصاصی بودن ویروس آنفولانزای آ و هم محل جهش است که موجب بروز مقاومت سری تا 50% در بیماران تحت درمان با آنها می شود. ویروس های مقاوم با یک جهش نقطه‌ای از نظر ژنتیکی پایدار بوده و خاصیت آسیب‌زایی خود را حفظ می کنند. سایر داروهای ضد ویروس گفته اینترفرون ها، ریباویرین، ایمیکیمود که یک تعدیل کننده پاسخ ایمنی است، پالی ویزوماف یک آنتیبادی تک دودمانی انسانی شده است که علیه یک اپیتوپ در محل آنتیژن آ بر روی گلیکوپروتئین F در سطح RSV فعال می باشد. اینا را نام برده دیگه. شب عالی بخیر. شب که ترس کم